در این قسمت از برنامه کتاب جدید رضا علامه‌زاده، کارگردان، نویسنده و منتقد فیلم رو بهتون معرفی میکنم. نام این کتاب هست اپرت عارف و کلونل و توسط انتشارات فروغ در کلن منتشر شده. آقای علامه‌زاده در شرح کتاب مینویسه که بیش از 4 دهه پیش در بند 6 زندان شماره 1 قصر و با خواندن کتاب‌های از سبا تا نیما نوشته یحیی آریانپور، سرگذشت موسیقی ایران اثر روح الله خالقی و تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران تألیف ملک و شعرای بهار به ارزش دراماتیک شخصیت عارف قزوینی، کلونل محمد تقی‌خان پسیان و ایرج میرزا پی برد. از آقای علامه‌زاده پرسیدم چطور این 3 شخصیت رو کنار هم قرار داده؟ نقطه اشتراکشون چیست؟ نقطه اشتراک این 3 نفر عشق به ایران و وطن دوستیشونه. این هر 3 نفر در تمام طول زندگیشون جز به ایران و سربلندی وطنشون به چیزی نیندیشیدن و تمام تلاششون تو هر زمینه که بود برای سرفرازی کشورشون بود. اما چرا این 3 نفر رو من کنار هم گذاشتم؟ در واقع این 3 نفر کنار هم بودن. در یه دوره از زندگی هر 3 نفر با هم همکاری میکردن، نزدیک بودن، با وجودی که یکی فرمانده ژاندارمری بود، یکی شاعر بود، ولی دوره‌ای بود که خیلی به هم نزدیک بودن، هرچند همیشه هم با هم مهربان نبودن، مثل ماجرایی که اختلافی که بین ایرج میرزا و عارف قزوینی افتاد و اون عارفنامه معروف ایرج میرزا که نه فقط عارف رو بسیار رنجون بلکه زخمی زد که در تمام طول زندگیش التیام پیدا نکرد، هم توی خودش بارها گفته. سوال بعدی هم از رضا علامه‌زاده این بود که چرا فرمت نمایشنامه رو برای روایت داستان انتخاب کرد؟ من در واقع اول بار این نمایشنامه فعلی رو به صورت فیلم نامه نوشتم و چون آرزو داشتم که موقع این فیلم رو بسازم، ولی خب فیلم سنگینی میشد، میدونید فیلم تاریخی از نظر تولید کار سنگینیه، ولی به هر حال من به اون صورت نوشته بودم. ولی بعد که یه امکاناتی برام فراهم شده، امیدی پیدا شد که این به صورت نمایش به صحنه بره، من اومدم در واقع نسخه صحنه‌ای یا نمایشی این رو نوشتم و بعدا به صورت کتاب منتشر کردم. اپرت نوعی نمایشه که با موسیقی همراهه. از آقای علامه‌زاده پرسیدم چرا از واژه اپرت در عنوان کتاب استفاده کرد؟ همونطور که میدونید در دوران مشروطیت و پس از اون لغات بسیاری از اروپا وارد زبان فارسی شد، مثل خود پارلمان مثلا. این لغات یکیش همین اپرا و اپرت و کنسرت‌های عارف بقول معروف، این لغات وارد فرهنگ عامه در ایران شد. من برای اینکه اون حال و هوای زمانه رو به عنوان کتاب داده باشم، این بود که اپرت رو باشم. خود این کتاب اپرت نیست، عنوانش اپرت. معمولاً داستان‌هایی که رنگ و بوی سیاسی دارن ممکنه برداشتی جانبدارانه از رویدادها و مسائل تاریخی ارائه بدن. از رضا علامه‌زاده پرسیدم چه رویکردی در پردازش این داستان داشته؟ میشه این اتفاق بیفته، ولی من واقعاً تمام سعیم کردم که اون چی که در این نمایشنامه میارم مستند باشه، بر مبنای دست‌نوشته‌های عارف از یک سو، کتاب‌های ارزشمند دیگری که قابل دفاع هستن باشه، و عملاً معتقدم در کمال بی‌طرفی این رو نوشتم. هرچند که بی‌طرفی گاهی وقتا نباید به این معنا باشه که بین کلونل پسیان وطن پرست که زندگیشو در راه دفاع از ایران میده با کسی که همزبان با او در همون خراسان والی خراسان و جز چپاول و جز تجاوز چیزی نمیشه، اینا رو بگیم با هم دیگه یکی هستن، بنابراین بی‌طرفی چنین چیزی نیست. واقعیت‌های تاریخی به اون شکلی که هست در کتاب من اومده. نمونه بارزش مسئله
رابطه رضاخان که بعدا رضا شاه با خود عارفه که خیلی هم شناخته شده نبوده در خاطرات و دستنوشت‌های اخیر که اخیراً پیدا شده از عارف اینا در آمده و من از این استفاده کردم و نشون بدی اصلا رابطه با اون شکلی که تو اذهان مردم بوده نبوده. حتی با هم دیدار داشتن به خواست رضاخان مارش جمهوری رو ساخته، حالا بعدا رضاخان این مارش رو ممنوع میکنه، ولی به هر حال چیزای نوعی از این نظر هست که نشون میده من سعی کردم واقعیت تاریخی رو اونجوری که هست بنویسم. و در پایان بشنویم بخش کوتاهی از کتاب اپرت عارف و کلونل رو از زبان خود رضا علامه‌زاده. تابلو 12 رو الان میخونم که در مورد روزی است که عارف قزوینی در سالن پارک زل سلطان در تهران کنسرت داشته و چون آوازهایی که میخونه که همه شعراش مال خودشه، غزلاش مال خودشه، میخونه علیه روحانیت و با آخونده و اینا بوده، میدونی چقدر عارف مشکل داشته با اینا، بهش حمله میکنن و کتکش میزنن. ولی حالا اون قسمت رو از روی کتاب میخونم. ارکستر شروع به نواختن میکند و عارف جوان آوازی را میخواند. ببند ای دل غافل به خود ره گله را، زیان بس است ز مردم ببر معامله را. شدن 10 دله و اجدبی پرست، منم که می پرستم ایران پرست 1 دله را. به هیچ مملکت و ملک این نبوده و نیست، به دست گرد شبانی رها کند گله را. انگار داره در مورد امروز میگه. در حالی که موزیک در پلتفرم 1 ادامه دارد، در پلتفرم 2 عارف به بیان خاطرش از این کنسرت ادامه میدهد. صحنه نمایش تقسیم شده بوده به 3 پلتفرم. عارف 3-4 غزل دیگر هم در آن نمایش خوانده شد که یکی از آنها را به واسطه کتکی که از آن نمایش خورده و مدت 2 ماه در رخت خواب خوابیدم خوب در نظرم مانده. این جملات خود عارف. عارف جوان غزل دیگری را شروع به خواندن می کند و در میانه خواندن با نگرانی به تماشاگران نگاه می کند، ولی همچنان با آوازش ادامه می دهد. واعظا گمان کردی داد معرفت دادی، گر مقابل عارف ایستادی استادی. پار در سر منبر داده حکم تکفیرم، شکر می کنم که امروز زان بزرگی افتادی. پنجه توانایی گر مدد کند روزی، بشکنم من از بازو پنجه ستبدادی.